خب بریم شروع کنیم ببینیم که جریان چیه و ما کجا هستیم. مفاهیم عمومی که می‌خوایم اول برای دوستانی که بار اول از تو وبیناری که بنده در خدمت هستم شرکت می‌کنی، من اوراد چالکی هستم، از سال 2006 تا حالا تو بازارهای بورس جهانی و بازارهای مالی به عنوان مشاور تریدر و و و چیزهای با بخش مختلف مشغول به کار هستیم، برای به عنوان مشاور برای بانک‌ها، برای مؤسسات مالی بیشتر. کاندید دریافت مدرک بین‌المللی CFA و بنیانگذار و مدیر عامل شبکه خبری و تحلیلی پروسکیس. بریم ببینیم امروز میخوایم در رابطه با چی صحبت کنیم. آها، یه نکته من همیشه باید اینو همیشه اول وبینارم میگم، که میگم که این مطلب به عنوان یه پیام بازاریابی و با اطلاعات کلی فراهم شده، شامل تحقیقات مستقل برای سرمایه گذاری نیست. در این پیام بازاریابی هیچ توصیه برای سرمایه گذاری وجود ندارد و نباید چنین پیش‌فرضی وجود داشته باشد. همچنین خرید و فروش هیچ ابزار مالی نباید بر اساس این پیام صورت پذیرد. تمام اطلاعاتی که در این مطلب وجود دارد از منابع مشهور جمع‌آوری شده. اطلاعاتی که از گذشته جمع‌آوری می‌شود لزوماً در شرایط آینده را نشان نخواهند داد. کاربران تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر گونه سرمایه‌گذاری در محصولات اهرمی با درجه از ابهام و ریسک درگیر است. همچنین این موضوع را هم تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه طبیعتی با ریسک بسیار بالا دارد و کاربران به تنهایی خود مسئول این ریسک می‌باشند. فرض ما بر این است که در صورت سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات آمده در این پیام، مسئولیتی برای ضررهای احتمالی متوجه ما نخواهد بود. این مطالب هم نباید بدون اجازه کتبی قبلی توضیح یا در جای دیگر مورد استفاده واقع شود. خب بریم ببینیم در مورد سرفصل‌ها چیه. سرفصلی که می‌خوایم صحبت کنیم، بررسی روند عمومی بازار در سه ماهه‌های دوم و سوم، یعنی ما می‌خوایم نگاهی بکنیم ببینیم در سه ماهه دوم و سوم چه خبر هستش، بازار رو نگاه کنیم، چشم انداز اقتصاد جهانی رو نگاه کنیم ببینیم که اصلا وضعیت اقتصادی جهان چیه، و بعد بتونیم بررسی داشته باشیم که ببینیم بررسی وضعیت بازارهای طلا، نفت، یورو و دلار چیه و ما برای ادامه سال اگر می‌خوایم ترید کنیم باید در مورد هر کدوم از اینها چه نگاهی داشته باشیم، چطوری باید به اینا نگاه کنیم و چطوری فکر کنیم و یعنی اون نگاهمون باید به اینها به چه صورت باشه. اگه میخوایم خریدی کنیم، فروشی انجام بدیم، باید به چه صورت باشه. اول از همه بریم یه سری به داده‌ها نگاه کنیم، یعنی برای اینکه بفهمیم وضعیت اقتصاد جهانی چیه. یه سری داده‌های اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که تورم مهمه، ببینیم یه سری تورم داده‌های عمومی رو نگاه کنیم ببینیم جریان چیه. داده‌های منتشر شده شامل شاخص قیمت کالا خدمات اساسی CPI که داده‌ای که همین چند روز منتشر شده، کالا و خدمات اساسی، حالا کور CPI، تورم کالا و خدمات غیر از مواد غذایی و انرژی، حالا ترجمه فارسی شاید بشه قیمت کالا و خدمات اصلی یا اساسی، نشون داده که نرخ رشد قیمت‌ها در امریکا 3% بوده در ماه قبلی که با مقدار قبلی مطابقت داشته. یعنی چی؟ یعنی که در ماه قبلی 3% بوده که برابر، یعنی در ماه می، در ماه جون و در ماه می هم همین 3% بوده، تغییر خاصی نسبت به اون نکرده. از نظر نرخ سالانه داده ها به پایین ترین سطح خودشون از نوامبر رسیدن. این یعنی چی؟ یعنی که بازار در، یعنی بالاخره تورم از 4.7% در واقع کاهش پیدا کرده، از انتظار بازارم که 4.8% بوده کاهش پیدا کرده، و یعنی در واقع به 4.7% کاهش پیدا کرده که از انتظار بازار 4.8% و قبل ماه قبلی 4.9% بوده رسیده 4.7%. این یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که تورم در واقع چی؟ تورم عمومی، تورم بخش کالا مصارف شخصی رسیده به 4.7% در ماهای قبلی 4.9%، یعنی تورم کاهش پیدا کرده. این معنی اینا رو الان میگیم که اینا یعنی چی. حالا چرا اینا تو قیمت چیز، چرا اینا تو قیمت طلا، نفت و نقره چه تأثیری داره، قیمت دلار چه تأثیری داره؟ از نظر شخص قیمت پی سی نرخ ماهانه، یعنی به صورت مقیاس ماهانه اگه بخوایم بگیریم 6% بوده. انتظارات بازار چقدر درصد؟ 6% انتظارات بازار چقدر بوده؟ 7% اینها نشون میده که نرخ سالانه تورم کالاهای، تورم عمومی هزینه‌های شخصی، ما یه چیزی داریم به نام این تورم، مال تورم چیه؟ این تورم عددها مال تورم هزینه‌های شخصی، یعنی پی سی ای پرایس ایندکس، PCE و PCI. PCE حالا این الان مال PCEه. PCE یعنی personal spending، یعنی هزینه‌هایی که یک شخص به عنوان شخص انجام میده برای مصارف شخصیش نیاز داره. تورم کالاهایی که یک فرد، حالا اون این میشه تخون تخصصی تر، عمومی تر شه، تورم عمومیش اگه بخوایم در نظر بگیریم به این صورت میشه که تورم کالاهای عمومی مصرفی یک فرد امریکایی، یک شهروند امریکایی در طی ماه گذشته
6.5% بوده از انتظار بازار که 7.5% بوده چیه؟ کمتر شده. این تورم یه مقدار در یک ماه گذشته چی شده؟ کاهش پیدا کرده. این نشون در وقتی که این کاهش پیدا کرده تورم نرخ سالانش هم از 6.4% رسیده به 6.3%. یه نکته ای که وجود داره، چرا این اومده پایین؟ به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که میزان مخارج شخصی به پایین ترین سطحش، یعنی 0.2% رسیده که از پایین ترین سطحش از دسامبر گذشته است. یعنی وضعیت بازار در این 3 ماه گذشته بخوام ببینیم تا امروز چطور بوده، تورم رفته رفته بالا، در ماه آخر 3 ماه گذشته تورم شروع کرده به چی؟ به پایین اومدن. دلیل چیه؟ به خاطر اینکه به قیمت بالاها، به قیمت دلیل اینکه به دلیل قیمت بالای کالاهایی که داشتیم، به دلیل شرایط ریسکی که تو بازار داشتیم، مردم شخص در واقع هزینه کردن مصرف کننده شخصی چیکار کرده؟ میزان مصارف شخصیشو آورده پایین. چقدر؟ 2.2% رسیده. یعنی پایین ترین سطحش از ماه دسامبر گذشته، یعنی در طی 7 ماه گذشته، در طی 7 ماه گذشته، 6 ماه گذشته ماه جون پایین ترین سطح مصارف شخصی رو شهروندان امریکایی داشتن، یعنی کمترین پول رو رفتن خرج کردن. چرا؟ چون تورم بالا بوده. چرا؟ چون ریسک بازار بالاست. اینهایی که اومدن پایین کمتر خرج کردن، نتیجهش چی شده؟ نتیجهش اینه که اون عرضه و تقاضا، یه تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد میشه، تقاضا داره کمتر میشه، تقاضا که کم میشه قیمت میاد چی؟ پایین‌تر. این چرا این مهمه؟ اینو باید بدونیم. حالا در ادامه الان قدم به قدم میگم که این چرا مهمه. اینو من حالا به صورت اسکرین شاتش هم گذاشتم که این داده ها به صورت اسکرین شات اگه اینجا ببینید کور پی سی بوده، پی سی چقدر بوده، حالا همین عددهایی که اونجا توضیح دادم به این صورت بوده. حالا من اینجا داده های اروپا رو هم گذاشتم، داده های تورم اروپایی که امروز صبح منتشر شد، تورم اروپا امروز صبح منتشر شد، یعنی همین 5 6 ساعت قبل از این وبینار. تورم تو اروپا نشون میده که رشد داشته به 8.6%، یعنی دادهای تورم نشون میده که تو اروپا ما رشد قیمت رو داشتیم، در صورتی که در امریکا در ماه گذشته با تورم مقدار کاهش پیدا کرده، در اروپا مقدار بیشتر شده. اما اگر بریم تو داده‌ها رو نگاه کنیم در مقیاس ماهی، در مقیاس سالانه است. اگه بریم داده‌ها رو نگاه کنیم در مقیاس ماهانه، نگاه کنید اینجا رو بچه‌ها، در مقیاس ماهانه تورم در ماه قبل، در ماه می، این مال این داده مال ماه جونه، در ماه می 3.8% بود، این ماه شده چقدر؟ 3.7%. تورم کالاها و خدمات اساسی به صورت در واقع به صورت کالای اساسی یعنی سی پی آی، نه کور سی پی آی، 3.8% در مقیاس سالانش بخش شده 3.7%. یعنی چی؟ یعنی اومده پایین. یعنی چی؟ قیمت مواد بدون در نظر گرفتن مواد انرژی و مواد غذایی، این میشه کور سی پی آی، تورم بدون در نظر گرفتن قیمت مواد انرژی و مواد غذایی. به صورت در شاخص ماهانش هم همینه، یعنی کور سی پی آی در ماه جون به صورت ماهانش هم از 5% ماه می شده 2% در ماه جون. این مسئله حالا توی سی پی آی، یعنی تو تورم عمومی، در تورم عمومی 8.1% شده 8.6%. چرا این بیشتر شده؟ یعنی با اینکه به غیر از مواد غذایی و انرژی کم تا شده، چرا این بیشتر شده؟ خب خیلی مشخصه، به خاطر اینکه قیمت مواد غذایی و انرژی بیشتر شدن. الان ما نگاه میکنیم که این داده ها به ما چی میگن. ببینید ما داده هایی که داریم، نمیدونم اینو تو کجا نوشتم، یه جای ببینید اینجا، الان اینجا رو اگه بخوام اینطوری حساب کنیم، ببین اینجا ببینیم ما این داده ها رو اگه بخوام بذاریم کنار هم دیگه، بریم حالا به این صفحه برسیم، این داده رو بخوام بذاریم کنار هم دیگه، میبینیم که تورم به غیر از مواد غذایی و انرژی کاهش پیدا کرده است. اگر ما مواد غذایی و انرژی رو بهش اضافه کنیم چی شده؟ افزایش پیدا کرده، که از این افزایش هم بیشترین رشد به دلیل چی بوده؟ بیشترین رشد به دلیل افزایش قیمت مواد انرژی بوده، یعنی قیمت نفت و گاز بیشترین تأثیر رو در چی گذاشته؟ در رشد قیمت تورم. حالا اینا رو چرا بچه‌ها اینا مهمه؟ برای دونستن روند قیمت طلا، نفت و دلار چرا اینا مهمه؟ یعنی اینا رو دونستن اینا چرا مهمه؟ اولش که بذاریم بازم دوباره قبل رو نگاه کنیم، حالا اینا رو داشته باشیم، یه چیزای دیگه هم نگاه کنیم تا بعد بریم اینا رو با هم دیگه تحلیل کنیم. یه سوال بچه‌ها، من یه سری این چیزایی که دارم میگم واضح هستش، یعنی چیزایی که میگم قابل فهمه، واضحه، یا نیاز داریم که یه خورده بیشتر توضیح بدم؟ سعی میکنم در یعنی دارم تو ذهنم درگیری مینه که در ساده ترین شکل توضیح بدم. اوکی، ساده، قابل فهمه، قابل درکه.
خیلی خوب. حالا بریم ببینیم که یه چیزی دیگه، ببین الان من قبل از که بریم حالا سه ماهه آینده رو بررسی کنیم، اینو در نظر داشته باشیم که ما امروز روز اول نیمه دوم ساله، یعنی ما امروز یک چی هستیم، جولای هستیم. 6 ماهه اول سالی که ما گذروندیم S&P 500 و بقیه شاخص ها بدترین دوره 6 ماهه اول سالی بوده که ما از سال 1970 تا حالا داشتیم. دلیلش هم همین رشد تورم بوده. اما این تورم در یکی دو ماه گذشته یه مقدار عددهاش متفاوت شد. چرا این عددها متفاوت شده؟ بریم ببینیم که تأثیری که این باعث شده این عددها متفاوت بشه چیه؟ بذار حالا من قبل از که بریم روی این چارتا، تا این چارتا رو بخوایم با هم بررسی کنیم، یک دو تا نکته دیگر هم بگم. ببین اقتصاددانهای مختلفی اعتقاد دارن، که چشمنداز آینده در حال حاضر روشن نیست، یعنی با توجه به این شرایطی که ما داریم، یعنی ریسکی که در بازار داریم، تورمی که در بازار داریم، درسته در امریکا در یک ماه گذشته این مقدار کاهش پیدا کرده، در اروپا همچنان بالاست، در امریکا هم همچنان بالاست، اینها با اینکه مقدار کاهش پیدا کرده ولی همچنان این عدم اطمینان رو داریم، یعنی اقتصاددانها هنوز اون عدم اطمینان رو نمیتونن با اطمینان مثلا به یک پیشنهاد سرمایه گذاری یا چیزی بخواد به سرمایه گذارها بدن، تحلیلگرا. ببینید اگه اینو ما بخوایم با وضعیت چیز چیز کنیم، با وضعیت بحرانی که در دوران کرونایی که ایجاد شده بود، خب در دوران کرونا بحران ایجاد شد، بازارها سقوط کردن. از هر تحلیلگری شما میپرسیدید که خب قیمت رفته بود پایین، از هر تحلیلگری شما میپرسیدید که الان باید بخرم یا نخرم، بلااستثنا تقریبا بهتون میگفتن بخرید، اگر پول دارید بخرید. چرا؟ به خاطر اینکه به دلیل یک در واقع یه مشکلی که در لحظه ایجاد شده بود، قیمت‌ها شاید اومده بود پایین و پیش بینی می‌شد که اقتصاد بازگشت داشته باشه، ریکاوری داشته باشه. حالا یا به شکل وی شکل، یعنی مسئله این نبود که اقتصاد ریکاوری نداره. مسئله این بود که صحبت می‌کردن این ریکاوری وی شکل خواهد بود، یو شکل خواهد بود، دبلیو خواهد بود یا چطور خواهد بود. پس مسئله در اون نبود، یعنی روشن بود که ما در دچار یک شرایطی شدیم که باید الان رشد رو ببینیم. اما الان تو شرایط کنونی ما بحران مشخص با یک سری ایجاد، با یک سری نتایج مشخص نداریم، یک بحران داریم با ابعاد نامشخص. این ابعادش اتفاقا خیلی میتونه شاید کوچیک هم باشه، خیلی شاید هم میتونه بزرگ باشه. یعنی شرایط طوری هستش که ما ابعاد رو نمیتونیم، یعنی تحلیلگرها به صورت قطع نمیتونن بگن ابعاد این شرایطی که ما توش هستیم، نااطمینانی که توش هستیم چیه. خیلی اعتقاد دارن که ما در شرایطی هستیم که نااطمینانی به وجود، یعنی این شرایط بازار از این بدتر نمیشه و الان فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری، و خیلی از سرمایه‌گذارها رو هم داریم، خیلی از تحلیلگرها رو هم داریم که میگن نه این تازه شروع داستانه و قراره بدتر بشه. این میشه همون عدم اطمینان که تو چارتاتون به شاخص در واقع ویکس شما میشناسید. این میشه همون وضعیت ریسک و عدم اطمینان که الان مدت هاست اومده بالای 25 27 28 تا بعضا تا 33 هم میره و تو همین محدودا داره حرکت میکنه. یعنی ریسک بازار، نامشخص بودن وضعیت بازار بالاست. ببین چه نامشخص بودن وضعیت بازار، یعنی بازار تکلیفش روشن نیستش. احتمال، یعنی الان این اختلاف نظرها طوری هستش که من یه مثال از این اختلاف نظرها اینجا براتون آوردم. این اختلاف نظرها طوری هستش که در حالی که خیلی اعتقاد دارن که باید ما بریم به سمت سیاست سختگیرانه و بانک‌های مرکزی باید به سمت سیاست سختگیرانه بیشتر برن، این اختلاف نظرها طوریه که یه سری‌ها نگران رکود اقتصادی هستن که میگن حتی بانک مرکزی آمریکا در نیمه سال آینده، از اواسط سال آینده، افزایش نرخ بهره که چی باید حتی کاهش نرخ بهره بده که دوباره به این اقتصاد دچار رکود شده کمک کنه. پس اینا رو توضیح دادم که ببینید که الان تورم وضعش چیه، دیدگاه‌هایی که تو بازار داریم وضعش چیه، و الان جایی که هستیم در چه وضعیتی، یعنی در چه نقطه‌ای قرار داریم. این نقطه‌ای که قرار داریم یعنی ریسک بالا، نامشخص بودن وضعیت بازار. ببینیم این ریسک بالا، وضعیت نامشخص بودنه چه تأثیراتی در ماه‌های گذشته داشته. در سه ماه منتهی به ماه ژوئن، یعنی در سه ماه گذشته که همین چند روز قبل تموم شد، شاخص دلار رشد بهترین میزان رشدش از سال 2016 داشتیم، یعنی این میزان رشدی که ما داشتیم، حالا میریم رو چارت نگاه میکنیم، بهترین دورانش از سال 2016 تا حالا تجربه کرده. روند صعودی دلار همراه بوده با روند نزولی یورو و ین، ارزهای مهمی که در برابر دلار معمولا بیشترین معامله رو دارن. حالا چرا یورو و ین؟
و چرا این اتفاق داره میفته. ببینیم توی بازار ما یه چیزی داریم به نام سود اوراق قرضه. اوراق قرضه که میدونید چیه؟ اوراق قرضه این بچه ها، من الان فعلا توی مرحله اول دارم یک سری داده فقط منتقل میکنم که داده ها رو بدونیم، که بدونیم اون جایی که هستیم چیه. ما برای اینکه بتونیم بازار رو تحلیل کنیم، یعنی در واقع یه جور غیر مستقیم دارم توضیح میدم که شما اگه بخواید بازار رو تحلیل کنید باید به چه چیزهایی توجه کنید، تا اینا رو توجه کنیم، نکات رو بدونیم، بعد همراه هم دیگه بریم تحلیل کنیم، نتیجه گیری کنیم از اینا. یعنی الان تو مرحله نتیجه گیری نیستیم، فعلا تو مرحله چی هستیم؟ بررسی داده ها. یه چیزی داریم به نام اوراق قرضه. اوراق قرضه حالا میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه. ما مبنا رو بر اوراق قرضه دولتی داریم، مبنا رو همیشه در نظر میگیریم. اوراق قرضه دولتی 10 ساله خزانه داری امریکا از سال 2022، در واقع از ابتدای سال 2022 تا الان، این سودش بوده. سود اوراق قرضه از اوایل سال که زیر 1.5% بود، در همین چند روز گذشته، در تیم ماه گذشته، تا 3.5% رفت بالا و الان برگشت اولوش 3%. سود اوراق قرضه در چه زمانهایی میره بالا و در چه زمانهایی میاد پایین؟ این اول باید بدونیم تا بتونیم شرط ببینیم جریان چیه. سود اوراق قرضه ما بهش میگیم پناهگاه امن. یک کاربردش. یک کاربردش یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتایی که وضعیت بازارهای سهام خوب نیستن، وضع بازار سهام خوب نیست، وضع بازارهای دیگر خوب نیست، سرمایه گذار پولش رو از بازار میخواد خارج کنه، سهامش رو بفروشه، ولی پول لازم نداره، میخواد تو بازار بمونه، در واقع سرمایه گذاری هستش، ولی نمیخواد تو بازار، باز مثلا بازار سهام وضعش خوب نیست، میخواد پولش رو در حالت نقدینگی نگه داره که بتونه هر لحظه به یک چیز دیگه تبدیل کنه. بهترین گزینه چی؟ همیشه اوراق قرضه. اوراق قرضه هر لحظه امکان نقد شوندگی داره. خب اوراق قرضه وقتی که درخواست برای خریدش بیشتر میشه، سودش کمتر میشه. پس هر چقدر سود اوراق قرضه میره بالاتر، در یک حالت اولین حالتی که اینطوریه، هر چقدر سود اوراق قرضه میره بالاتر یعنی چی؟ یعنی درخواست، یعنی وضع بازار سهام خوبه، درخواستا برای اوراق قرضه زیاده، بنابراین درخواستا برای اوراق قرضه کمه، بنابراین کسایی که اوراق قرضه میفروشن حاضرن سود بیشتری بدن که خریدار رو چیکار کنن؟ ترغیب کنن که بخرن. خب الان آیا این شرایط هستیم؟ خیر. یعنی الان که بازار سهام خوب نیست که، پس چرا سود اوراق قرضه داره میره بالا؟ به خاطر اینکه این عامل دومه. یعنی ما همطور که از کم خدمتتون، دو تا عامل در دو شرایط مختلف سود اوراق قرضه عوض میشن. این دلیل اینکه الان این سود اوراق قرضه که میبینید داره میره بالا و بالا هستش، این الان یه عامل دیگه داره. سود اوراق قرضه نشان دهنده هزینه استقراض، یعنی هزینه وام. یعنی شما اگه بخواید یه وام 10 ساله داشته باشید، 15 ساله داشته باشید، 30 ساله داشته باشید، معمولا اون وام ها بر اساس در واقع سود اوراق قرضه بر اساس اون هزینه وام ها ایجاد میشه. هر چقدر اون هزینه وام میره بالا، یعنی چه؟ نرخ بهره ای که شما بانک میخواد بگیره میره بالا. یعنی چی؟ یعنی که نه چقدر نرخ تورم میره بالا، نرخ بهره میره بالا. بنابراین وقتی که سود اوراق قرضه میره بالا یعنی چی؟ یعنی که چشم اندازهای تورمی هم رفته بالا، یعنی که مردم انتظار دارند که تورم بیشتری داشته باشن. هر چقدر تورم، انتظارات تورمی بیشتر باشه، این باعث میشه که شما وقتی پولی میگیرید از کسی، مبلغی که بهش برمیگردونید باید عدد بیشتری باشه، یعنی شما سود بیشتری بدید. پس انتظارات تورمی وقتی میره بالا، سود اوراق قرضه هم چی میشه؟ میره بالا. در ماه‌های گذشته ما شاهد این بودیم که سود اوراق قرضه رفته بالا. چرا؟ چون بیشتر به دلیل این بود که انتظارات تورمی رفته بالا، تورم در جامعه رفته بالا و انتظارات تورمی هم رفته بالا. انتظارات تورمی وقتی میره بالا برای بازار سهام چیه؟ منفیه. پس افزایش یا کاهش سود اوراق قرضه در یک زمانی، افزایش سود اوراق قرضه برابر است با افزایش بازار سهام، کی؟ زمانی که حال بازارها خوبه. یه زمانی هستش که افزایش سود اوراق قرضه برعکسه، یعنی باعث کاهش بازار سهام میشه، کی؟ زمانی که ما دچار یک رکود هستیم، زمانی که تورم داره افزایش پیدا میکنه و چشم اندازهای تورمی هم رو به افزایشه. چون وقتی تورم میره بالا، همین اتفاقی که تو این داده ها افتاد، اینجا براتون توضیح دادم، تورم وقتی میره بالا نتیجهش چی میشه؟ میزان هزینه کرده مصرف کننده میاد پایین. میزان هزینه، تورم قیمتا میره بالاتر دیگه، هزینهش میره بالاتر، قیمت مخارج زندگی میره بالا، هزینه کردنش چون مخارج میره بالا، قدرت خرید میاد پایین. چون قدرت خرید میاد پایین میشه قدرت هزینه کردن فرد میاد پایین و این باعث میشه که چی بشه؟ میشه که درخواستا بیاد پایین. وقتی که درخواستا میاد پایین برای اقتصاد ضرر داره. به همین دلیل هم هستش که وقتی سود اوراق قرضه به خاطر انتظارات تورمی وقتی افزایش پیدا میکنه، این برای شرکت ها، برای تولیدی ها
کشنده است برای تولید ها چیه؟ مضر. این تا اینجا. یه نکته دیگر هم من اینجا حالا بدونیم که خب حالا این سود اوراق قرضه و وضعیت نرخ بهره و قرضه رو کیا تعیین میکنن؟ درست تنظیم میکنن؟ تعیین که نمیکنن، تنظیم سعی میکنن تنظیم کنن. بانک های مرکزی، بانک های مرکزی ابزارشون برای تنظیم اینا چیه؟ بالا پایین کردن نرخ بهره. این الان چارت 5 ساله نرخ بهره در امریکا، شما الان ببینید اینو، این چارت 5 ساله گذشته شه. نرخ بهره در امریکا از 1.20% در سال 2017 تبدیل شد به بالاتر از 2.4% در 2018. در 2019 داشت میومد نرخ بهره رو آقای ترامپ از 2018 2019 سیاست که آقای ترامپ داشتش که میگفتش که نرخ بهره تو کشور ما زیاد، اگه خاطرتون باشه ببینید بیاریم پایین، اینو داشت میآورد پایین، که خب در سال 2020 ما رسیدیم به چی؟ به بحران کرونا. یعنی این تلاش آقای ترامپ بود که سعی می‌کرد نرخ سود اوراق قرضه که نرخ بهره بانکی رو بیاره پایین. نرخ بهره بانکی میاد پایین چرا خوبه؟ چرا دوست دارن دولت مردان نرخ بهره بانکی بیاد پایین؟ چون وقتی نرخ بهره بانکی میاد پایین، یعنی شما به عنوان یه بیزنسمن اگر مثلا 100,000 دلار وام می‌گیرید، دیگه به جای اینکه مثلا 24,000 دلار به بانک پس بدید، 2,400 دلار به بانک پس بدید، به جای اون میاد چیکار؟ هر چه مثلا میگم، مثلا میگم اگه 10% مثلا 100,000 دلار گرفتید، اگه نرخ بهره بانکی 10% باشه یعنی چی؟ یعنی شما 110,000 دلار به بانک بدید. ولی اگه نرخ بهره بانکی شما، نرخ بهره بانکی شما 2% باشه، شما 102,000 دلار به بانک بدید. یعنی فشار کمتری به عنوان بیزنسمن به شما وارد میشه. بنابراین شما ترغیب میشید به عنوان بیزنسمن، به عنوان کسی که کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه، تولید ایجاد میکنه، ترغیب میشید که برید و کار ایجاد کنید، برید وام بگیرید. پس بنابراین وقتی نرخ بهره میاد پایین، افراد علاقه‌مند به خرید به گرفتن وام برای ایجاد یک بیزنس هستن. بنابراین نرخ بهره پایین برای بیزنس ها چیه؟ مثبته. اما چون با وام میگیرن و این وام وارد بازار میکنن، یعنی در واقع چیکار میکنن؟ نقدینگی وارد بازار میکنن. چون نقدینگی وارد بازار میکنن، تورم میره بالاتر. این میشه رابطش. حالا اینجا میبینیم که شدیداً یه دفعه از 1.40% یک دفعه رسید به چند؟ رسید به 0% در دو مرحله. بانک مرکزی این کارو کرد. این چه زمانی بود؟ زمانی که کرونا باعث شد که اقتصاد فلج بشه. وقتی که اقتصاد فلج شد، این اقتصاد نیاز به ساپورت، نیاز به حمایت داشت برای اینکه بتونه برگرده. یکی از راهاش هم چی بود؟ فراهم کردن وام‌های رایگان، وام‌های با قیمت پایین، با بهره 0%، 0.25%، که چرا که شرکت‌ها رو ترغیب کنن که برن وام بگیرن و کاروبارشون رو زنده نگه دارن، یعنی پول مجانی بهشون بدن. حالا بهشون میگیم پول مجانی، فری مانی، که پول مجانی بهشون بدن، یعنی نه اینکه پول رو بهشون بدن دیگه ازشون نگیرن، یعنی نه، یعنی که نرخ با یک نرخ بهره خیلی پایین با نرخ صفر بهشون بدن. این پول مجانی تو بازار زیاد شد، حمایت ها زیاد شد و باعث شد که اقتصاد چی بشه؟ برگرده، رشد کنه. حالا که اقتصاد داره برمیگرده رشد میکنه، چون اقتصاد داره رشد میکنه، این نرخ بهره پایین به همونطور که عرض کردم باعث تورم شده، تورم بالاست و حالا بانک ها برای اینکه تورم رو کنترل کنن دوباره دارن نرخ بهره چیکار میکنن؟ میبرن بالا. این اقدامی که بانک مرکزی انجام داده در امریکا. اما اگه ما وقتی میگیم که در طی این 6 ماه گذشته دلار به شدت افزایش پیدا کرده ولی یورو افزایش پیدا نکرده، کاهش پیدا کرده، چرا این اتفاق افتاده؟ خب ما اگه نرخ بهره بانک مرکزی رو پاره نگاه کنیم، میبینیم که در همون محدوده صفر هست، نه بالاتر رفته نه پایین تر. این بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره شو پایین نیورد، بالا هم نداده، در همون محدوده صفر چیکار کرده؟ حفظ کرده. نرخ بهره در اروپا صفره، نرخ بهره بانکی در امریکا الان شده چند؟ الان شده 1.75. این افزایشه 1.50 1.75 که داره افزایش پیدا میکنه، این افزایشه، این اختلافه، یعنی چی؟ یعنی که شما اگر در اروپا زندگی میکنید میتونید از اروپا وام بگیرید چون نرخ بهرهتون صفره، بیارید در امریکا تو بانک بذارید و از بانک 1.5% تا 2% چکار کنید؟ نرخ بهره بگیرید، سود بگیرید. یعنی یک پول رو مجانی گرفتید بدون که بهش سودی پرداخت کنید، آوردید یورو رو آوردید تو امریکا، چکار کردید؟ تبدیل به دلار کردید. حالا این دلاری که تبدیل به دلار کردید چکار کردید؟ در واقع سرمایه‌گذاری دلاری کردید و سود دارید میگید. به این میگن carry trade. یعنی این یعنی چی؟ یعنی که یورو در برابر دلار تو موقعیت چیه؟ فروش. ببخشید من یه آب بخورم گلوم اذیت نشه.
پس ما به این چی میگیم؟ میگیم کری ترید. کری ترید باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ یورو در برابر دلار در وضعیت چی قرار بگیره؟ فروش. پس یورو وقتی میبینیم که چارت یورو یو اس دی، حالا میبینیم رو چارتا نگاه میکنیم و در نظر تکنیکال هم بررسی میکنیم، حالا نظر فاندامنتال بگم، وقتی شما میبینید تو چارت یورو یو اس دی روند نزولیه، یورو در برابر دلار ضعیفه، دلیلش چیه؟ دلیلش این اختلاف بهش میگن دایورژن بتوین یونایتد استیت اند ای سی بی یا همون یورپین سنترال بانک مانیتری پالیسیز. یعنی اون دایورژن، اون اختلافی که بین سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی امریکا هست، باعث می‌شود که یورو در برابر دلار در موقعیت چه قرار بگیره؟ در موقعیت فروش. و باعث می‌شود که یورو دلار روند نزولی داشته باشه. و تا زمانی که چشم‌اندازها اینه که بانک مرکزی در اروپا روند چیز رو ادامه میده، بانک مرکزی در اروپا روند در واقع این شروع نکرده، یعنی همچنان روند افزایش نرخ بهره شروع نکرده و این اختلاف بین بانک‌های مرکزی وجود دارد، بین سیاست‌های پولی بانک مرکزی وجود دارد، این اختلاف باعث میشه که چی میشه؟ این اختلاف باعث میشه که یورو همچنان به صورت عمومی تحت فشار قرار بگیره. خب اما یه چیزی که یعنی خب الان به این دادایی که الان داشتیم یه نکته دیگر هم بخوایم اضافه کنیم، اینطوری میتونیم بگیم که علارغم این که حالا با همه این دادایی که فهمیدیم که تورم چیه، نرخ بهره چیه، چطوری میشه کنترل کرد، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که علارغم همه اینها نرخ بهره همچنان بالاست و این نرخ بهره بالا همچنان باعث نگرانی میشه و قیمت انرژی بیشترین تأثیر رو داشته و بیشترین افزایش از ماه سپتامبر 2005 رو تا حالا داشته. 34.6% ما تورم در سه ماهه در سال 2022 تا کنون 34.6% تورم یا افزایش قیمت ما در نرخ سوخت داشتیم در سال 2022 فقط. قیمت مواد غذایی 10% رشد داشته. 10% و 34%، یعنی 44% ما تورم رو به صورت عموم تقریبا توی محدوده بین 35 تا 40% رو ما یک تورم بین 35 تا 40% داریم که به اون کالاهای دیگه افزوده. بنابراین این که میبینید که قیمت در واقع تورم انقدر بالاست، بیشترین دلیلش چیه؟ بیشترین دلیلش تقریبا نصف دلیلش تورم قیمت سوخته. مسئله‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر ما قیمت تورم، اختلاف بین تورم PCE و CPI، CPI همونطور که گفتم تورم عمومیه، PCE یعنی چی؟ یعنی personal spending، اون هزینه میزان مصارف شخصی، هر چقدر اختلاف بین اینا زیاد بشه، این یعنی که اعتمادها به رشد اقتصادی کمتر میشه. یعنی چی؟ چرا این اتفاق میفته؟ شما وقتی تورم افزایش پیدا میکنه چیکار میکنید؟ تورم وقتی افزایش پیدا میکنه، افراد کالاهای ضروری رو میخرن ولی کالای شخصی رو دیگه نمیخرن. کالای شخصی رو که نخرن، درخواست براش میاد پایین، تورم میاد براش پایین. درسته اگه تورم عمومی بره بالا، تورم هزینه شخصی بیاد پایین، این یعنی که مردم ترجیح میدن پولشون رو نگه دارن یا خرج کنن برای چیزایی که میخوان زنده بمونن، نه چیزای جانبی. بنابراین این یعنی چی؟ یعنی که اقتصاد وضعش خوب نیست، اون عدم اطمینان است. یعنی من اطمینان ندارم که دوباره میتونم برنامه کافی پول داشته باشم، بنابراین این پولی که الان دارم رو خرج نمیکنم. این میشه اون دلیلی که اختلاف اینا هستش. اما حالا وقتی ما در مورد اقتصاد جهانی صحبت میکنیم، یه چیزی هستش که خب اقتصاد جهانی مسئله که وجود داره اینه که فقط اقتصاد امریکا که نیست که، یعنی ما وقتی در مورد اقتصاد جهانی صحبت میکنیم خب کل جهانه، اقتصادهای دیگه هم شاملش میشن. این اقتصاد جهانی که اقتصادهای دیگه هم شاملش میشوند، یکی از اونها چینه. کلن چین و آسیای جنوب شرقی در این چند وقتی که در اروپا و امریکا ما شاهد ضعف در اقتصاد بودیم و کاهش روند اقتصادی بودیم، اقتصاد در چین و آسیای جنوب شرقی رشد داشته. اقتصاد اندونزی. اقتصاد اندونزی، نکته جالب اینه که بدونید که اقتصاد اندونزی مثلا 5% تا رشد داشته. یعنی ما در مثلا در امریکا چند روز قبل جی دی پی تولید ناخالص داخلی منتشر شد منفی 1.6% بود، در حالی که
در حالی که در اندونزی 5% رشد داشته. یعنی اون اختلاف خیلی زیاده. این خوبه. اقتصاد چین هم همینطور. ببینید در طی 3 ماه گذشته بازارها در سرزمین اصلی چین، یعنی به غیر از هنگ کنگ و تایوان و اینا که بهش میگن سرزمین اصلی چین، بازارها در سرزمین اصلی چین از پایین‌ترین سطح ماه آپریل 20% رشد داشته، در حالی که ما در امریکا و اروپا اینو کاهش داشتیم. این رشد خوب در بازارهای چین و آسیای جنوب شرقی یک امیدواری رو روشن کرده نسبت به اینکه این رشد بتونه جلوی این رشد و این خوبی اقتصاد اونجا بتونه جلوی رکود اقتصادی رو بگیره و این بتونه باش مقابله کنه، که امیدواریم این اتفاق بیفته. چین داره محدودیت‌های قرنطینه‌ای که برای کرونا اعمال کرده بود داره برمی‌داره یکی یکی. ما تأثیرش رو هم می‌تونیم تو داده‌های ساکسین پی ام آی ببینیم. ساکسین پی ام آی یعنی شاخص مدیران خرید بخش در واقع بخش‌های غیر دولتی رو ساکسین میره میسنجه، بخشای غیر دولتی، بخش خصوصی، یعنی بخش خصوصی شخص مدیران خرید بخش خصوصی رو میره چیکار میکنه این ساکسین پی ام آی میسنجه، که این نشون داد که این دادایی که امروز صبح منتشر شد نشون داد که در ماه ژوئن سریع ترین رشد خودش رو در تولید چین داشته، یعنی تولید چین در ماه ژوئن سریع ترین رشد خودش رو در 13 ماه گذشته تجربه کرده و این خب خبر مثبتی بود برای بازارها، برای بازارهای در مرحله اول چین و به صورت کلی برای بازارهای جهان. چرا؟ چون اقتصاد چین در واقع چین قلب تولید کننده زمینه. این وقتی در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، چند روز قبل سازمان جهانی پول MFI ببخشید هوا گرمه صحبت هم که میکنم، این خیلی درخواست ها برای مصرف آب بالا رفته، من لیوانم رو فراموش کردم دیگه، دارم با همین بطری میخورم شرمنده. درخواست ها با توجه به شرایطی که میگم درخواست، با توجه به شرایطی که در اقتصاد جهانی داشتیم، سازمان MFI سازمان جهانی قرض پول چشمنداز ها برای رشد اقتصادی رو اومده به این صورت مطرح کرده که ما بعد از اینکه در سال 2020 رکود شدید داشتیم اقتصاد جهانی، در سال 2021 اون بازگشته باعث شد که رشد خیلی خوب داشته باشیم و 5.9% در سطح کلی اقتصاد جهانی رشد داشت. حالا این 5.9% شامل این میشه که یه سری کشورها پایین‌تر بود، یه سری کشورها بالاتر، به سطح میانگین شد 5.9%. برای امسال که سال 2022 هستیم، پیش بینی ها اینه که اقتصاد جهانی به میزان 4.4% رشد کنه. یه مقدار کمتر شد، یعنی اوایل سال پیشنهاد بود که پیش بینی بود که 5.2-5.3% رشد کنه، الان انتظار اینه که 4.4% رشد کنه و برای سال آینده هم 3.8%. پس یکی این که میگیم اقتصاد، وقتی میگیم در مورد چین صحبت میکنیم، به خاطر اینکه اون چین روی این تاثیر داره، یعنی در مقابل یه سری عددهای مثل منفی 1.67% تولید ناخالص داخلی 3 ماه اول امریکا، ما میتونیم بگیم که برای چین مثبت بوده و این تعادلی رو در اقتصاد جهانی برابر میکنه، تعادل رو حفظ میکنه. به همین دلیل هم بود که عرض کردم خدمتتون که فکر میکنم حتی اگر ما شاهد یه کاهشی در بازارها باشیم، این کاهش نباید کشنده باشه به خاطر اینکه عوامل دیگری در کنارش هست. به صورت کلی هر گونه نشانه ای از کاهش تورم و افزایش نرخ بهره، یعنی ما هر چقدر چیز داشته باشیم، در واقع هر نشانه ای داشته باشیم که کاهش تورم کمتر شده و نرخ بهره افزایش پیدا کرده، این میتونه یه مسیر مطلوب تری رو برای چیز ایجاد کنه، میتونه مسیر مطلوب تری رو برای اقتصاد جهانی ایجاد کنه. بچه سوال، بخش پرسش ها یا بخش چت ها بسته است یا نمیتونید چت کنید؟ کسی سوالی نداره تو بخش چت ها؟ questions که تو بخش خب ببینید، آها ببینید CPI، ببینید CPI یعنی Consumer Price Index، خلاصه یه Consumer Price Index یعنی تورم، میزان تورم عمومی. وقتی کور میاد، کور CPI یعنی تورم به غیر از هزینه های انرژی و مواد غذایی. اوکی؟ پس کور وقتی میاد یعنی میشه به غیر از انرژی و مواد غذایی. به همین دلیل هم حالا نمیدونم ترجمه فارسی درستش چی میشه، ولی من فکر میکنم میشه مثلا تورم کالا و خدمات اساسی
حالا شاید بشه اینطوری ترجمه، یعنی به غیر تورم کالا و خدمات به غیر از انرژی و سوخت، حالا اگر توضیحش میشه این اسمش دیگه، شاید نمیدونم حالا دقیقاً اسمش رو چی باید بگم. اگه تا اینجا تو مسائل فاندامنتال سوالی دارید بپرسید، اگر نه بریم روی بحث تکنیکال، روی چارت ها بررسی کنیم ببینیم که رو چارت ها چه خبره. سوالی ندارید بچه‌ها؟ چه خوبی، هیچ کی سوال نداره، یا من خیلی خوب توضیح دادم که کسی سوال نداره، یا انقدر بد توضیح دادم که هیچ کی متوجه نشده که سوال نداره؟ کدوم یکیه؟ مورد یک خوب توضیح دادم، مورد دو گنگ توضیح دادم، کدوم یکی بود که من ببینم که دلیل اینکه سوال ندارید چیه؟ آها مورد یکه. خیلی خدا رو شکر که مورد یکه، خدا رو شکر، عالی. خیلی حالا بریم از نظر این، پس ما از نظر تکنیکال، از نظر فاندامنتال یه عمومیتی نگاه کردیم که ببینید وضعیت بازار چیه، یعنی درک عمومی پیدا کردیم. حالا این درک عمومی رو نرخ بهره تو اروپا 8.6% نرخ، حالا ببینیم این درک عمومی از وضعیتی که الان داریم، که این درک عمومی الان این بود، حالا ببینیم که اینو تو معاملاتمون چیه، چطوری ما حالا با تو روند این طلا چیه، روند نفت چیه، بریم رو چارت نگاه کنیم یکی یکی و ببینیم که در چارت چی میشه. بعد که چارت نگاه کردیم، بعد برمیگردیم پرسش و پاسخ رو هم انجام میدیم. من چارت رو اینم چارت یکی یکی بریم. اول از شاخص دلار نگاه کنیم، چارت که قابل دیدن هست بچه ها، درسته؟ چارت رو میبینید واضحه؟ من یه خورده بزرگش هم بکنم، چارت واضحه. خب این چارت شاخص دلاره. ما اگه شاخص دلار رو بچه نیا کنیم، شاخص دلار رو تو چارت روزانه بریم نیا کنیم ببینیم وضعیت چیه. چارت شاخص دلار تو وضعیت توی چارت روزانه داره به ما نشون میده که ما این یه خورده کوچیک، بذار من یه دونه مقیاسش رو کوچیک کنم که تون دوره زمانی بیشتری ببینید. ببینید این چارت ها هستش، این چارت ما این چارت ها از کی داریم؟ از ماه مارش داریم. حالا بخوام اگه اینو ویکلی کنیم، بذار اینطوری کنیم، این از این خطی که میبینید، این از این خطی که میبینید سال 2022، از این خط به بعد سال 2022 میبینید که دلار کاملا داره رشد میکنه. بریم اگر تو چارت روزانه یعنی تو چارت هفتگی میتونیم ببینیم که این یک نیمه اول سال رو کامل دیدیم، این نیمه اول سال 2022 میبینیم که دلار در نیمه اول سال 2022 چند درصد رشد داشته. متاتریدر 4 درصد رو درست نمیگه، کاش میبینیم متاتریدر 5 اب نداره. خب ما یه چیزی اولوشه باید 8 تا 10 درصد بشه، داره درصد داره الان دیگه متد چارت درستشون نمیده. خب این به صورت از ابتدای سال تا حالا. حالا بریم ببینیم در سه ماه گذشته به چه صورت بوده. سه ماه گذشته یعنی چی؟ یعنی ماه مارچ، آپریل، می، نه آپریل، می، جون، آپریل و می و جون. این می، این آپریل و می و مارچ. خب آپریل تقریبا از اینجا، این میشه اینجا، این سه ماهه گذشته. در سه ماهه گذشته ما یک رشد شدیدی رو از 98 تقریبا داشتیم تا الان که بالای 105 داریم معامله میشیم. رشد به چند دلیل بود؟ از نظر فاندامنتال عرض کردم خدمتتون، از نظر فاندامنتال رشد، دلیل اصلی رشد چیا بوده؟ دلیل اصلی رشدش این بود که تورم بالا رفته. افزایش تورم باعث شده که بانک مرکزی امریکا یه خورده زودتر از بقیه بانک‌ها شروع بکنه به افزایش نرخ بهره. این افزایش نرخ بهره یک چیزی ایجاد کرده بین، یک اختلافی ایجاد کرده بین بانک‌های چیز، بین سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی. این اختلافی که ایجاد شده بین سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این می‌شود که این همون کری تریدی که عرض کردم خدمتتون، چون نرخ بهره در امریکا بالاتره، در کشورهای دیگه پایین‌تره، هم در ژاپن هم در اروپا، این باعث میشه که ین و یورو در برابر دلار تو موقعیت فروش قرار بگیرن. بنابراین یورو که ضعیف میشه، چون تو سبد شاخص دلار وزن اصلی رو یورو داره، یورو که ضعیف میشه شاخص دلار میتونه خیلی قوی تر بشه.
این میشه نظر تورمی. اما دلار یه بحث دیگه هم داره که افزایش پیدا میکنه و اون چیه؟ جایگاه پناهگاه امنه. هر چقدر ما ریسکمون در بازار بیشتر میشه با افزایش ریسکی که در بازار داریم، هر چقدر ریسک در بازارها بیشتر میشه، درخواست برای طلا هم برای دلار هم چی میشه؟ به عنوان پناهگاه هم بیشتر میشه. خب این از نظر فاندامنتال یه بار دیگه نگاه کردیم که ببینیم که حالا که داریم در حالی که چارت داریم نگاه میکنیم چه خبره. اما بریم روی چارت. ببینید روی چارت بچه ها، من همیشه میگم معاملاتتون رو بیا خیلی ساده کنید. این ایده منه که معاملات باید چی بشه؟ معاملات باید ساده بشه. ببینید تو همین چارت روزانه ما خیلی راحت، یعنی برای اینکه کارمون رو سخت نکنیم، خیلی راحت میتونیم یه سری سطوح پیدا کنیم. مثلا سطوح محدوده هولوش چی؟ 98 دلار. ببینید تو این محدوده یه مقدار بالا یه مقدار پایین، یه مقدار بالا یه مقدار پایین، تو همین محدوده 98 چی بوده؟ در حال شک و تردید بوده. سطح کلیدی و مهم بعدی میشه چی؟ میشه تو این محدوده چی؟ میشه هولوش 101. ببین اینجا درگیری داشتیم، اینجا درگیری داشتیم، اینجا هم درگیری داشتیم. محدوده هولوش 101 تا 101 و 30 بی سی اینجا. محدوده بعدی که کلیدی و مهمه چیه؟ محدوده بعدی کلیدی و مهم میشه اینجا. ببینید میشه چند؟ میشه طبعا 104، 103 و خورده 104 میشه کلیدی محدوده کلیدی بعدی. پس این سه تا رو میتونیم ما چیکار کنیم؟ محدوده کلیدی در نظر بگیریم. اگر اینا محدوده کلیدی در نظر بگیریم و ما بیایم خط روند رو بکشیم، ببینیم که خب خط روند اینجا باشه، اگه ما این خط روند رو بکشیم میبینیم که خب این حالا تقریبا مماس میشه با میانگین 20 دوره‌ای هم که اینجا گذاشتیم، یعنی هولوش همین سطح چند میشه؟ سطح 4، 104. این سطح 104 داره نشون میده که اولین حمایت کلیدی و حساس ما اینجا داریم و اگر از این بالاتر باشه روند چیه؟ صعودیه. ما اینا میتونیم اینطوری چارت رو کوچیک کنیم، اینطوری به این صورت ببینیم که سطح 98 جاییه که اگر زیرش بشکنه ما دیگه پایین تر از 98 کدوم سطح داشتیم که خیلی سخت مقاومت کرده؟ هولوش 96-95. یعنی اگه 98 به سمت پایین بشکنه میریم 96-95، ولی حمایت نقطه محوری ما میشه رو کجا؟ میشه 101-10-101-20. این میشه نقطه از نظر کلیدی. اینطوری از نظر تکنیکال خیلی ساده میشه این کارو کرد، یعنی به جایی که ما بریم یا عالم اندیکیتور بکشیم، به نظر من همین پرایس اکشن خیلی راحت میشه استفاده کرد. خب چیزی که الان ما داریم میبینیم روی چارت چیه؟ با توجه به شرایط فاندامنتال دلار تو وضعیت خریده، اما تو این وضعیت خرید ببینیم این حجم، اینم حجم بازار. تو این وضعیت خرید همچنان روند حجم بازار چی داره؟ چی داره افزایش پیدا میکنه؟ یعنی همچنان روند رفتن به سمت دلار یه روند قویه، یعنی همچنان براش درخواست وجود داره. این ودیومه، وقتی براش همچنان درخواست وجود داره و قیمت هم توی روند صعودیه و چشم انداز هم به این صورته، ما فعلا هم از نظر تکنیکال هم از نظر فاندامنتال شاخص دلار رو فعلا تو روند صعودی میبینیم تا جلسه آینده بانک مرکزی آمریکا که ماه آینده برگزار میشه، آخر ماه برگزار میشه. اگر در این جلسه بانک مرکزی آمریکا بیاد و تصمیم بگیره که نرخ‌های بهره رو عوض نکند، با از پیش بینی یعنی 50 واحد بخش میگم 90 واحد 50 واحد پای افزایش بده که صحبت کرده، دلار ضعیف میشه. ولی اگر بیاد بگه که نه ما نرخ‌های بهره رو می‌خوایم 75 واحد پای یا بیشتر افزایش بدیم، این یعنی چی؟ یعنی که نگاه بانک مرکزی به وضع اقتصاد نگاه خوبی نیستش، بنابراین جایگاه پناهگاه امن دلار بیشتر میشه. پس چشم‌انداز برای 3 ماه آینده بستگی به جلسه این ماه چی داره؟ فدرال رزرو داره، که اگه نرخ بهره رو 50 واحد یا کمتر افزایش بده دلار ضعیف میشه، ولی اگه نرخ بهره رو بیشتر از 75 واحد افزایش بده، 75 واحد یا بیشتر بخواد افزایش بده، دلار به عنوان پناهگاه امن به نظر روانشناسی درخواست براش بیشتر میشه و روند صعودی هم شما میتونه ادامه پیدا بکنه. پس این چشم اندازمون شد برای چی؟ برای دلار. در مورد بحث یورو، یورو به صورت عمومی در برابر دلار تو یک وضعیت ضعف از نظر فاندامنتال، توضیح دادم براتون که وضعیت چیه. ما تو وضعیت تو با... یعنی اون بحث کری ترید و ضعفی رو که ما تو یورو داریم. ببینید یورو تو شرایطی هستش که اقتصاد حوزه یورو ضعف داره، ضعف شدیدی هم ما تو اقتصاد حوزه یورو میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه یورو به شدت به قیمت گاز و به گاز و نفت روسی چیه؟ متکیه.
این اتکای شدیدی که به گاز روسیه و گاز و نفت روسیه داره باعث میشه که تا زمانی که جایگزین داشته باشه اقتصادش تحت فشار قرار بگیره. به همین دلیل چشم‌اندازهای برای رشد اقتصادی یورو در کوتاه مدت چشم‌انداز ضعیفه. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما مشاهدیم باشیم که شاخص یورو بیاد پایین‌تر و یورو ضعف داشته باشه. برای 3 ماه آینده اگر بانک مرکزی اروپا در جلسه آتی، در جلسه همین ماهی که داریم، در جلسه پیش رو اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو 25 واحد پای افزایش بده، دلار یورو یک مقدار کوچیکی تقویت میشه ولی همچنان روند سودی عمومی حفظ میشه. ولی اگر نرخ بهره رو بانک مرکزی اروپا بیاد میزنه بیشتر از 25 واحد پای افزایش بده، اون موقع ما میتونیم شاهد این باشیم که یورو مقدار تقویت بشه و برگرده. از نظر تکنیکال هم تا زمانی که زیر 108 داره معامله میشه اول روند نزول. خب این دادایی که گفتیم برای این صحبتایی کردیم برای نفت چه فایده داشت؟ ببینید بچه‌ها، نفت اگر دقت کنید رفته تا بالاتر از 120 و بعد دوباره اومده پایین. نفت این اقتصاد جهانی، گفتم که اقتصاد در اروپا و امریکا چیه تحت فشاره. داده‌ها دادای ضعیفیه، شاخص مصارف ارزش شخصی هم میاد پایین‌تر، این باعث میشه که قیمت نفت تحت فشار قرار بگیره. اما از طرفی همونطور که گفتم اقتصاد چین و آسیای جنوب شرقی داره رشد میکنه و این باعث میشه که نفت درخواست براش داشته باشیم. پس بنابراین درخواست به اندازه کافی برای خرید نفت وجود داره. مسئله الان چیه؟ ساپلای یا عرضه است. دیروز و امروز بانک اوپک پلاس جلسه داشت. اوپک پلاس اومد تصمیم گرفت که تا ماه سپتامبر، یعنی برای 3 ماه آینده، از ماه آینده برای 3 ماه آینده هر در واقع افزایش رشد 400,000 بشکه شکرده 628,000 بشکه، که چرا؟ که بتونه در 3 ماه آینده بتونه برسه به اون افزایش، به اون میزان کاهش میگم، به اون میزان تولید قبل از دوران کرونا. پس درخواست هایی که داره زیاد میشه، تولید هم داره سعی میکنه، اوپک هم داره سعی میکنه افزایش بده. اما مسئله چیه؟ نکته ای که ما تو بس بازار نفت باید دقت کنیم اینه که ما میدونیم که دادهایی که ما داریم نشون میده که اعضای تولید کننده نفت، اوپک و اوپک پلاس، خیلی هاشون به اون تعهدات خودشون هم نتونستن کامل کنن. تعهدات عربستان، امارات و روسیه میتونه کامل کنه که روسیه خب مشکل تحریمی داره، عربستان و امارات هم بابت اینکه ظرفیت تولیدشون رو ببرن بالا یه گامهایی رو از سمت اروپا و امریکا نیاز دارن که برداشته بشه برای فروش یه سری اسلحه ها و یه سری مواد نظامی، که حالا باید ببینیم که اینا چی میشه. اگر این اتفاق بیفته عربستان و امارات میتونن به تولید اضافه کنن و قیمت بیاد پایین، که بعید به نظر میرسه در حال حاضر. بنابراین عرضه و تقاضا یک رابطه تنگاتنگی دارن که این باعث میشه قیمت نفت همچنان تو روند صعودی بماند. بعد از قیمت نفت در مورد بحث طلا باید صحبت کنیم. طلا یکی از دلایلی که امروز کاهش پیدا کرد بس افزایش قیمت چیز بود، بس افزایش قیمت دلار بود، ارزش دلار بود، چون طلا به دلار داره معامله میشه، اول روند سعودی بود. ضمن اینکه بس برای خود طلا، هر چقدر رکود اقتصادی بیشتر بشه خرید، یعنی در مرحله اول یعنی اگه ترس از رکود داشته باشیم، اتفاقی که میفته چی؟ اتفاقی که میفته در روزهای اول شاهد رشد یه سری کالاهای عجیب غریب مثل همین مسئله خواهیم بود، ولی مسئله اینه که به صورت کلی وضع اقتصاد خوب نیست، و چون وضع اقتصاد خوب نیست، هوا هم خیلی جاها در واقع هوا اقتصادی منظورم اینه که وضع اقتصاد خوب نیست، هوا اقتصاد آب وضعیت اون آب و هوای اقتصادی، اتمسفر اقتصادی وضعیتش خوب نیست، درخواستا برای طلا همچنان بالا میتونه بمونه. با اینکه تقویت دلار ارزش بالا بوده، یعنی بالا رفتن ارزش دلار باعث میشه طلا کاهش پیدا بکنه، اما وضعیت ریسک بازار باعث میشه طلا همچنان در وضعیت درخواست بمونه. این وضع، یعنی پس فعلا چشم اندازمون برای 3 ماه آینده برای طلا اینه که این کاهشی که به دلیل افزایش قیمت دلار ما داشتیم احتمال داره توی محدوده متوقف بشه و روند صعودی برگرده. نفت نمیتونه زیاد رشد کنه ولی تو همین محدوده بسات بالاتر میمونه. در مورد شاخص دلار هم تا زمانی که بسیاری بسیار همونطور که گفتم، اگه بانک مرکزی امریکا در جلسه پیش رو نرخ بهره رو کمتر از 75 واحد پای افزایش بده، دلار یه مقدار ضعیف میشه. اگر 75 واحد پای بیشتر افزایش بده، باعث درخواست شدید برای دلار و افزایش قیمت اون میشه. در مورد یورو هم توضیح دادم. این به صورت کلی وضعیت بازارات هم در 3 ماه گذشته و کنونی که الان هستیم و هم در 3 ماه آینده. بچه ها اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم که سوالهای شما رو بشنوم. بخشایی از بازار بود که بخشی از صحبت‌ها هستش یا بود که بخوام نیاز داشته باشیم توضیح بیشتری عرض کنم خدمتتون.
هفته آینده تا بچه سوالاتون بپرسید، هفته آینده نگاهی تو خواهیم داشت به نحوه استفاده از RSI و MACD و بچه هم چشمانداز وضعیت بازارهای سهام، به خاطر اینکه بازارهای سهام هفته آینده چیز خواهد بود، هفته آینده در واقع از هفته آینده باز چیز شروع میشه، گزارش درآمدی شروع میشه هفته آینده، به بیلار هفته آینده به چشمانداز بازار سهام هم نگاه میکنیم. تأثیر اوراق قرضه رو یه بار دیگه فیلمش تو بازار کانال یوتیوب میذاریم. بله خب یکی یکی اجازه بدید من برم تأثیر اوراق قرضه رو اول توضیح بدم. ببینید بچه‌ها، من بیارم یه بار دیگه اوراق قرضه رو چارتشون. ببینید اوراق قرضه، سود اوراق قرضه، اوراق قرضه یعنی چی؟ اوراق قرضه یعنی پناهگاه امن. خب یعنی یکی از استفاده‌هاش میشه پناهگاه امن. پناهگاه امن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما پناهگاه امن بچه‌ها میشن که وبینار بعدی دو هفته دیگه است، هفته دیگه نیست و دو هفته دیگه است. حالا ساعتش رو فقط آره، ولی ساعتش رو احتمالاً عوض کنیم. دو هفته دیگه جمعه صبح باشه، اگر دو هفته دیگه جمعه هستش، به خاطر اینکه دو هفته دیگه جمعه اون ساعت، این ساعت من اون موقع تو هواپیما هستم. هفته بعد یعنی وبینار بعدیمون، من تا اوراق قرضه توضیح بدم، اوراق هفته جمعه دو هفته دیگه وبینار بعدی، ولی ساعتش رو براتون توضیح میدم که ساعتش رو عوض کنیم، احتمالاً ساعتش چند ساعت زودتر باشه که شاید چون تو موقع من تو پرواز هستم. حالا اطلاع رسانی میشه در روزهای آینده. خب در مورد اوراق قرضه، ببینید بچه‌ها، اوراق قرضه به این صورت هستش که هر چقدر سود اوراق قرضه افزایش پیدا میکنه، یعنی اوراق قرضه به این صورت هستش که سود اوراق قرضه تحت تاثیر چیه؟ سود اوراق قرضه تحت تاثیر دو عامله. اگر اوراق قرضه سودش به دلیل رشد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث میشه تو بازار سهام تاثیرش منفیه. ولی اگر اوراق قرضه رشد اوراق قرضه به دلیل درخواستای کم باشه، یعنی مردم نرن اوراق قرضه بخرن چون بازارهای دیگه وضعش خوبه، درخواست کم باعث افزایش سود اوراق قرضه بشه، در این صورت تأثیرش برای بازارهای سهام چیه؟ مثبت. یعنی اگر افزایش سود اوراق قرضه به دلیل درخواستای کم باشد، تأثیر برای بازارهای سهام مثبته. ولی اگر افزایش سود اوراق قرضه به دلیل چیز باشد، به دلیل چشم اندازهای رشد تورم باشد، تأثیرش برای بازارهای سهام منفی. خب فیلم رو کانال یوتیوب گذاشته میشه. وضعیت بازار مسکن در کدوم کشور؟ آیا اشکان وضعیت بازار مسکن، اگر منظورتون وضعیت بازار مسکن در امریکاست که احتمالاً مثل بقیه به دلیل درخواستایی که براش داره ایجاد میشه مقدار کمتره، احتمالاً شاید یک کاهش نرم باشیم، ولی بس اینه که با توجه به شرایطی که داریم، چون عرضه هم پایینه، بازار مسکن نباید اونقدر قیمتش بیاد پایین در امریکا. حالا در کشورهای دیگه باز بسشه. در مورد طلا توضیح دادم. در مورد طلا ببینید بچه ها، من اول اینو بگم آقای مهدی شاهید، اونس یعنی واحد اندازه‌گیری، مثل کیلوگرم، مثل گرم. برای همین وقتی میگیم در مورد اونس توضیح بده، میدونم منظور شما در مورد طلاست. خواهش من درست استفاده کنید، بگید طلا، به خاطر اینکه وقتی میگید اونس یعنی مثل اینکه میگید در مورد کیلوگرم توضیح بده. اونس طلا، اونس نقره، اونس هر چیزی میتونه باشه. اگه منظورتون طلاست که تا اینجا بحثتون طلاست، در مورد طلا توضیح دادم خدمتتون. وضعیت برای طلا با توجه به نامشخص بودن وضعیت بازارهای سهام و چشم‌انداز اقتصادی، روند نزولی طلا نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه. با توجه به این چرا؟ به خاطر اینکه حالا این کاهش‌ها بیشتر به دلیل افزایش ارزش دلار بوده، ولی چون وضعیت بازارهای سهام یه وضعیت نامشخصیه، طلا به عنوان جایگاه پناهگاه هم جایگاه درخواست خواهد داشت. نسبت یورو به دلار زیر یک هم خواهد رفت، بعید میدونم، ولی احتمالش، هر چیزی احتمال داره. باید ببینیم که وضعیت در واقع چیز، وضعیت یورو در واقع نسبت یورو به دلار که وضعیت چطور میشه، باید ببینیم که وضعیت سیاست گذاری بانک مرکزی چیه. ولی احتمالاً بانک مرکزی اروپا چون افزایش نرخ بهره داره، زیر یک بعید میدونم بره. در تهران امکان خرید ین وجود ندارد. نظرتون در فارکس بخرم امکان پذیر هست برای بلند مدت؟ بله، با بروکرتون صحبت کنید خانم زهرا. میشه اونس رو بفرمایید. در مورد طلا توضیح دادم.
در خصوص طلا احتمال میره که کمی شرایطش بهتر بشه، امروز تا 1783 هم رفت. بله در مورد طلا توضیح دادم که چرا به چه صورت میشه. در مورد داو جونز در بازارهای سهام، در مورد بازار سهام امریکا و اروپا در شرایط در وبینار آینده در مورد بازارهای سهام صحبت میکنیم. وضعیت بیت کوین با شرط واقع شدن نرخ بهره در اروپا، در حال حاضر این چارت نرخ بهره 5 سالی اروپا است، در حال حاضر بین 0 تا بین منفی 10% تا 0، این نرخ بهره اروپا است 0 به صورت حالا میانگینش، نرخ بهره پایش 0. وضعیت بیت کوین هم مثل همه وضعیت، حالا به صورت کلی فقط بگم، وضعیت بیت کوین هم مثل همه وضعیت بازارهای دیگه، هر چقدر وضع بازارهای دیگه خراب باشه، یعنی به صورت عمومی بازارهای سهام به صورت کلی بازارهای مالی حالشون بد باشه، بیت کوین و بقیه بازار رمزارزها مثل بقیه تحت فشارن. اگه وضع اونها خوب باشه اینا وضعشون خوب میشه، یعنی بازار رمزارزها فعلا نیست عمومیتی جدا نگیم. ببینید بازار رمزارزهای بیت کوین جزء بیت کوین و بقیه بازار رمزارزها جزء چی هستش؟ جزء با کالاها یا جزء نمادها یا جزء اسیدهای پر ریسکه، و چون جزء پر ریسک هاست هر چقدر ریسک بازار بیشتر بشه قیمت اینا میاد پایین تر، هر چقدر ریسک بازار کم بشه حال عمومی بازار خوب باشه قیمت اینا میره بالاتر. بله بله در همین بروکر ثبت نام کنید میتونید ین رو برای بالا مدت بخرید، مشکلی نداره. خیلی خب، بچه‌هایی که در وبینار شرکت کردید لطفاً از بروکر باهاتون تماس میگیرد، تماس میگیرن، شما تلفناتون رو درست اونجا ثبت نام کنید، درست میگه که بتونید در بروکر هم رجستر کنید، حالا بچه‌های پشتیبانی باهاتون تماس میگیرن. یا حق و مرسی که بودید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا وبینار بعدی، خدا یارو نگهدارتون.